در تازه ترین اقدام، مجلس اولیای تاجیکستان روز چهارشنبه 19 ژوئن لایحه ممنوعیت شرکت کودکان در جشنهای دو عید فطر و قربان و همچنین ممنوعیت حجاب اسلامی را تصویب کرد. در ادامه به گزارشی که همکارم در رابطه با تصویب این قوانین جنجالی در تاجیکستان تهیه کرده توجه فرمایید. کشور از سه کشور فارسی زبان دنیا یعنی ایران و افغانستان قوانین سخت حجاب را در دستور کار دارند و این در حالی است که در تاجیکستان اوضاع نه تنها متفاوت که برعکس است. در تازه ترین اقدام، مجلس اولیای تاجیکستان روز چهارشنبه 19 ژوئن لایحه ممنوعیت شرکت کودکان در جشن‌های دو عید فطر و قربان و همچنین حجاب اسلامی را تصویب کرد. بررسی این طرح که حجاب به سبک مسلمانان ساکن خاورمیانه را هدف قرار داده است، از 8 می آغاز شده بود. بنابراین نمایندگان مجلس اولیای تاجیکستان در مصوبه خود واردات، فروش، پوشیدن و تبلیغ آنچرا که لباسهای بیگانه با فرهنگ تاجیکستان نامیده اند ممنوع کردند. در این مصوبه از سبک حجابی که از خاورمیانه وارد آسیای میانه شده به عنوان نماد اسلامگرایی افراطی نام برده شده است. پیش از این مجلس نمایندگان تاجیکستان، مجلس سفلا، لایحه ممنوعیت حجاب را در 8 ژوئن تصویب کرده بود. پیش از تصویب این قانون، اگرچه پوشیدن برقع در تاجیکستان ممنوع بود، اما زنان این کشور می توانستند روسری‌های خود را به سبک سنتی به سر داشته باشند. بر اساس اصلاحاتی که در قانون تنظیم سنت‌ها و جشن‌ها صورت گرفته است، زنانی که از این قانون پیروی نکنند، $740 جریمه می‌شوند. همچنین جریمه اشخاص حقیقی که از این قانون تخطی کنند، معادل $5,400 است. مقام‌های دولتی و مذهبی در صورت تخطی از این قانون با جریمه‌های بسیار بالاتری به ترتیب $3,700 و $5,060 مواجه می‌شوند. پیش از به وجود آمدن محدودیت‌ها در مورد حجاب در نهادهای عمومی تاجیکستان، هیچ مصوبه‌ای در این کشور وجود نداشت که پوشش اسلامی را ممنوع کند. از سال 2007 گزارش‌ها از تاجیکستان حاکی از تلاش‌های مستمر مسئولان این کشور برای اجرای ممنوعیت حجاب اسلامی است، به گونه‌ای که وزارت آموزش و پرورش این کشور هم حجاب اسلامی و هم پوشیدن دامن کوتاه به سبک غربی را برای دانش آموزان ممنوع کرد. این ممنوعیت در نهایت به همه مؤسسات دولتی گسترش یافت. در سالهای گذشته مبارزه با پوشش اسلامی بانوان مسلمان به طور رسمی در کوچه ها و خیابان ها و مراکز اداری و تجاری تاجیکستان از سوی اعضای کارگروه های ویژه تبلیغ فرهنگ ملی بانوان تاجیک به بهانه مقابله با فرهنگ بیگانه تشدید شده است. دولت تاجیکستان در سال 2018 یک کتابچه راهنمای 376 صفحه‌ای منتشر کرد که در آن تعیین شده بود زنان تاجیک برای مناسبت‌های مختلف چه لباسی باید بپوشند. همچنین در تاجیکستان ریش‌های بلند برای مردان نیز به صورت غیر رسمی ممنوع است. به گفته برخی از منابع خبری، هزاران مرد در دهه گذشته مجبور شده اند که خلاف میل خود ریش‌هایشان را بتراشند. از مظاهر رئیس زاده، پژوهشگر مطالعات منطقه جنوب آسیا از آنکارا دعوت کردیم تا پیرامون این موضوع گفتگوی با ایشان داشته باشیم. آقای رئیس زاده، با سلام و عرض ادب خدمت شما. آقای رئیس زاده، ارزیابی شما از این اقدام پارلمان تاجیکستان چیه؟ بفرمایید. سلام و وقت بخیر خدمت شما جناب آقای بهنام و همچنان بیننده ها و شما. از دید تحول جهانی وقتی ببینیم کشورها و دولت ها سیاست هایشان در قبال سیاست داخلی و سیاست خارجی همیشه متحول بوده. بر اساس تقاضای زمان، بر اساس وضعیت اجتماعی و روانی مردم، این سیاست ها میتونه هم در خارج هم در داخل تغییر بکنه. همچنین سیاستی را که دولت تاجیکستان در پیش گرفته، ما مثال هایی را در این مورد داریم، مثل عربستان، کشور ترکیه که مصوبه های جدید را ایجاد کردن که بر اساس تحول اجتماعی میخواهند تطبیق بکنن.
اما در تاجیکستان مسئله جای دیگه هست که تاجیکستان بعد از استقلالیتشان از اتحاد جماهیر شوروی متاسفانه با کمبود اقتصاد و وضعیت ناهنجار اجتماعی روبرو شده بود که این مسئله باعث شده بود که در تاجیکستان افرادگرایان مذهبی و دینی در تاجیکستان با وجود بیاید که ما در طول چند سال دهه گذشته ما چندین جنگ داخلی در تاجیکستان تجربه کردیم و دیدیم. از دید دیگه از لحاظ ژئوپلیتیکی تاجیکستان همسرحد است با افغانستان. در جنوب تاجیکستان امروز گروه های تروریستی وجود داره که با طالبان هم همکاری بکنه و همچنان در گروه های داعشی وجود داره که اینا برگرفته از ریشه های افراطیت مذهبی است که تاجیکستان از این دید میخواهد با در تامین امنیت ملی خود یعنی موارد مذهبی را در تاجیکستان اجرا بکنه که مردم را یک دور بکنه از مسائل افراطیت مذهبی. خب یعنی دیدی مثبتش است که تاجیکستان ایران میخواد پیاده بکنه، اما یک دیدی دیگه همی است که تشویق فرهنگ بومی در کشور صورت بگیره برای جامعه و برای سیاست کشور هم تاثیرگذار است و همچنان در این مورد ما میتونیم تولیدات داخلی را مطرح کنیم. اما دیدهای منفی هم در این مورد وجود داره که من میخواهم اونم ذکر بکنم که تقریبا 99 یا 98 درصد مردم تاجیکستان مسلمان است و اینمی سیاست دولت تاجیکستان بدون در نظر گرفتن جامعه و اجتماعش و مردمش و ملتش این یک نقض واضح حقوق دینی و مذهبی در جامعه تاجیکستان است. خب مردم میخواین حجاب داشته باشن یا کسی نمیخواین حجاب نداشته باشه یا میخواین مراسم دینی و مذهبیش را بپا بکنن و ادامه بده، این بین صریح رد بکنن که در تاجیکستان حجاب ممنوع است و کسی که مخالفت بکنه نمیفهم چندین دلار جریمه میشه، 350 دلار یا 700 دلار جریمه میشه و مکانها و دوائر دولتی که اونجا زنان با حجاب وارد شوند اینقدر جریمه میشه و همچنان کودکان نمیتونن در مراسم اعیاد اسلامی شرکت بکنن. این خودش یک نقض دینی و مذهبی صریح به وجود میاد. و مسئله دیگه دیکتاسازی سیاسی سیاست دولت بر اجتماع است. خب اما دیکتاسازی دیکته نمودن سیادت های دولت ها را بر خلق و بر مردم و بر اجتماعش زیاد تجربه کردیم. در ایران تجربه را ما دیدیم، در افغانستان هم در خصوصا در وضعیتی که فعلا طالب ها هست دیکته سازی افراطیت ما دیدیم. یعنی دیکته سازی افراطیت سیاسی میتونه در تاجیکستان هم به وجود بیاد که ما فکر میکنم که دولت تاجیکستان باید کم عقب نشینی بکنه از مورد و به طور انعطاف پذیری سیاسی را ایجاد کنند تا مردم و ملت تاجیکستان پذیرای سیاست ها باشند. بله، با تشکر از مظاهر رئیس داده، پژوهشگر مطالعات منطقه‌ای جنوب آسیا که از آنکارا دعوت ما را پذیرفتند.